سرخط خبرها. گرانی های این کشورها را از راه های دیالوگ و گفتگوها رفع بسازد. باید گفته شود که این یک خبر بسیار نیک است برای مردم افغانستان. آنچه که امنیت از پنشیر گفتم ایشان امنیت به زور دیکتاتوری و خشونت به دست نمیاد. سلام، با مجموعه خبری این ساعت با من بنظیر بکتاش خوش آمدید. اینستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش گفته است که ادعای امارت اسلامی برای مبارزه با داعش و قطع ارتباط با القاعده فاقد معنا است. این نهاد پژوهشی افزوده است که حکومت کنونی افغانستان ادعای مبارزه با داعش را برای جلب حسن نیت واشنگتن مطرح می کند. در همین حال یک کارشناس اینستیتوت مطالعات خاورمیانه در مطلب گفته است که نیاز است تمرکز بر مرکزهای اصلی داعش خراسان در افغانستان و پاکستان گسترش یابد. امارت اسلامی اما این ادعاها را بی بنیاد و پروپاگند خوانده و میگوید که شماری از کشورها به دنبال بزرگنمایی گروه داعش در افغانستانند. بی‌معنا خواندن ادعای امارت اسلامی برای مبارزه با گروه‌های هراس افغان در افغانستان. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در گزارش گفته است که ادعای امارت اسلامی برای مبارزه با داعش و قطع ارتباط با القاعده بی‌معنا است. این مرکز افزوده است که حکومت کنونی افغانستان ادعای مبارزه با داعش را برای جلب حسن نیت واشنگتن مطرح می‌کند. این نهاد استرالیایی همچنان هشدار داده است که خطر تروریسم هم در افغانستان و هم در منطقه در حال افزایش است و حملات اخیر داعش در قندهار و مسکو باید به قدرت‌های منطقه و جهان انگیزه ی لازم برای مبارزه با تروریسم را بدهد. حملات تروریستی هفته گذشته در مسکو و شهر قندهار در جنوب افغانستان بار دیگر شبهه تروریسم بین المللی را برانگیخت. گفته‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم بی‌معنا و پوچ است. گرانی های این کشورها را از راه های دیالوگ و گفتگوها رفع بسازد و به این نگرانی های کشورها باید نقطه پایان دهد. در غیر آن فاصله تعامل سیاسی کشورها با افغانستان بیشتر خواهد شد. امارت اسلامی اما این ادعاها را بی بنیاد و پروپاگند خوانده و می گویند که شماری از کشورها به دنبال بزرگنمایی گروه داعش در افغانستانند. امارت اسلامی افغانستان نیروهایش از تمام مراکز دیپلماتیک سفارتخانه به شدت محافظت داعش در افغانستان در حالتی نیست که ساعت امنیتی را مورد حمله قرار بدن و آنها کامل در حالت نابودی هستند. فقط آنها جنایت را آفریده می توانند که ساحات غیر امنیتی یا ساحات ملکی را گاهی وقت مورد حمله قرار می دهند که جنایت بیش نیست، ولی در تمام ساحات که امنیت آن از طرف نیروهای امنیتی گرفته شده، به خصوص ساحات دیپلماتیک،
اوجا کاملا اطمینان داریم که داعش اجتماعی نمیتونه و ما اطمینان میدیم که هیچ سفارتخانه آسیب انشالله نمیبینه و ما متوجه امنیت آنها هستیم. در همین حال یک کارشناس انستیتوت مطالعات خاورمیانه در مطلب گفته است که نیاز از تمرکز بر مرکزهای اصلی داعش خراسان در افغانستان و پاکستان گسترش یابد. پیش از این نیز امارت اسلامی حضور داعش در افغانستان را تکذیب و مطالب اینچنینی را به اساس خوانده است. مؤسسه اقتصاد و صلح در تازه ترین گزارش خود میگوید که مرگ و میر ناشی از تروریسم در افغانستان کاهش 80% و کاهش 81% را شاهد بوده است. بر بنیاد این گزارش، تعداد تلفات ناشی از تروریسم در افغانستان در سال گذشته میلادی بیش از 500 تن گفته شده که کاهش 81% را نشان داده است. در همین حال در بخش دیگر از یافته های این گزارش، مرگ و میر ناشی از تروریسم در جهان اما 22% افزایش را نشان می دهد. گفتنی است که برای نخستین بار است که کشور غیر از افغانستان و عراق در صدر مرگ و میر ناشی از تروریسم را به خود اختصاص داده است. ادعای تازه مؤسسه اقتصاد صلح جهان در مورد افغانستان. 11 گزارش تازه شاخص جهانی تروریسم را مؤسسه اقتصاد صلح به نشر سپرده است که نشان دهنده کاهش 81% مرگ و میر ناشی از تروریسم را در افغانستان نشان داده است. مرگ و میر ناشی از تروریسم در افغانستان در سال 2023 به 519 تن کاهش یافته و مرگ و میر ناشی از تروریسم در افغانستان کاهش 81% را شاهد بوده است. در این گزارش اما قضیه مرگ و میر ناشی از تروریسم در جهان روایت دیگری دارد که نشان دهنده 22% افزایش مرگ و میر ناشی از تروریسم در جهان را نشان می دهد. مجموع مرگ و میر ناشی از تروریسم در سال 2023 با 22% افزایش به 8352 تن رسیده که اکنون به بالاترین میزان خود از سال 2017 در جهان است. باید گفته شود که این یک خبر بسیار نیک است برای مردم افغانستان، به دلیل از اینکه در دوران جمهوریت متاسفانه ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری از طرف طالب ها و بعضی گروه های دیگه که امروز در افغانستان هستند و جهان ادعا داره که اونا در افغانستان فعال هستند، مانند القاعده و تی تی پی و غیره، گروه ها در مقابل نظام جمهوریت و نیروهای ایالات متحده امریکا و متحدینشان، ما شاهد حملات روزمره انتحاری، انفجاری و بمبگذاری و غیره مسائل بودیم. گفتنی است که مرگ و میر ناشی از تروریسم در بورکینافاسو در سال 2023 میلادی با 68% افزایش در رده اول قرار گرفته است، جایی که در 13 سال گذشته به افغانستان و عراق اختصاص یافته بود. ارگ از دیدار عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس وزیران با والی ولایت پنجشیر در کابل خبر داده است. بر بنیاد خبرنامه ارگ، در این دیدار دو طرف روی اوضاع امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و تطبیق پروژه های انکشافی بحث و تبادل نظر کرده اند. گفتنی است که آقای حنفی از امنیت سرتاسری در کشور اطمینان داده و تاکید کرده که برقراری امنیت در سطح کشور از اولویت های امارت اسلامی است. با وصف از اینکه ملاقات والی یک ولایت با معاون رئیس الوزرای طالبان یک امر طبیعی در حکومت داری است، اما آنچه که امنیت از پنجشیر گفته میشه، امنیت به زور دیکتاتوری و خشونت به دست نمی آید. مردم پنجشیر
با آنچه که طالبان در رفتار و کردار دارن یقینا مخالف هستن، اما با دیکتاتوری نمیشه که نامش امنیت بگذاریم. اگر واقعا امنیت واقعی و طبیعی را میخواهد طالبان در پنجشیر، باید خواستهای مردم پنجشیر و مردم افغانستان در مجموع پذیرفته شود تا امنیت واقعی در افغانستان حاکم باشد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی امارت اسلامی در پست در صفحه ایکس از نشر شایعات مبنی بر بازداشت 3 خواهر و 1 برادر در منطقه دشت برچی کابل خبر داده است. وی همچنان افزوده است که در روزهای پسین هیچ نهاد دولتی اقدام به بازداشت فرد در منطقه یاد شده نکرده است. گفته می شود که سخنگوی فرماندهی پلیس امارت اسلامی در کابل از کسانی که چونین ادعاها را مطرح کردن خواسته است که به زودترین فرصت حوزه مربوطه را در جریان بگذارد. این در حالی است که حکومت امارت اسلامی همواره از تأمین امنیت سرتاسری در کشور خبر داده است. فاینانشال تایمز با صدور بیانیه گفته که تاریخ در حال چرخش است و پناهگاه قدیمی گروه های حراس افغان جهان به شمول القاعده و داعش به پناهگاه تازه آنان مبدل شده است. بر بنیاد این بیانیه، افغانستان سال پار زمانی که سازمان ملل روابط و همزیستی بین امارت اسلامی و القاعده را در حال رشد نشان داد، این موضوع از همان زمان قابل مشاهده بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی این گفته ها را رد کرده و افزوده که داعش در افغانستان وجود ندارد. نگرانی جهان از گسترش فعالیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان. فاینانشال تایمز با صدور بیانیه‌ای گفته که تاریخ در حال چرخش است و پناهگاه قدیمی گروه‌های حراس افغان جهان به شمول القاعده و داعش و پناهگاه تازه آنان مبدل شده است. بر بنیاد این بیانیه، افغانستان سال پار زمانی که سازمان ملل روابط و همزیستی بین امارت اسلامی و القاعده را در حال رشد نشان داد، این موضوع از همان زمان قابل مشاهده بود. نکته ناامید کننده این است که بازگشت افغانستان به نقش خود به عنوان میزبان اسلامگرایان فرامرزی کاملا قابل پیش بینی بود. این دقیقا همان چیزی بود که جو بایدن در سال 2021 زمانی که تصمیم گرفت توافق دوحه دونالد ترامپ را حفظ کند و از افغانستان خارج شود نسبت به آن هشدار داده شده بود. امروز در تمام افغانستان یک بلش خاک اینا در اختیار ندارن و در هیچ جای سر بالا کدر نمیتونن. فقط گاه اینا یکان همارای تروریستی را او هم بیرون از مرزهای افغانستان اینا در داخل افغانستان سازماندهی میکنن. امروز گروه های داعش از افغانستان کاملا متواری شده. ای سر صدایی که گویا داعش و یا گروه های رسگفگنی در افغانستان است و داعش خراسان است و ایجه خطر برای منطقه و جان است، این مسائل ساده و بسیط نیست. پشت از این برنامه کلان است. این تنها این نیست که به طالبان فشار میاره یا جهان. البته جهان یک برنامه داره که اینطور یک پروگرام ایجا را اندازی میکنن و ایره میره. اما معلوم است که این گروه بزرگ کی ساختن و کی تجهیز میکنن و کدام شبکاتی را پیش میبره بخاطر مقاصد خودی را استعمال میکنن. بنام ده ایجا باید مقامات فعلی طالبان باید وضاحت بده در مورد هر کسی که این اداره میکنه کشور باید از اسناد بخواد و اقدام کنه. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی این گفته ها را رد کرده و افزوده که داعش در افغانستان وجود ندارد. ما ادعا را رد میکنیم. بعض از کشورها تلاش دارن علیه افغانستان تبلیغات پروپاگند بکنن و بعضی هم تلاش دارن که گروه های همچه داعش را بزرگ نمایی بکنن، باز به یک تهدیدگار تلقی کنن. در حالی که در افغانستان وضعیت آرام و نرمال است، گروه های بیرونی خود سرده اینجا وجود نداره. داعش که قبلا اینجا وجود داشت به حالت کامل کوبیده شده. گروه های تروریستی با استفاده از وضعیت جغرافیایی افغانستان عقب سازماندهی فعالیت های حراس افغانی در افغانستان و منطقه اند و سازماندهی فعالیت های بیشتر و فرامنطقوی دور از امکان نیست. به همین منظور منطقه و کشورهای غربی از فعالیت‌های اخیر منطقوی القاعده و داعش و در دراز مدت با وسعت بیشتر آن
اظهار نگرانی میکنند. گفتنی است که این نگرانی ها پس از حمله مرگبار بر یک سالن کنسرت در نزدیکی شهر مسکو پایتخت روسیه گفته شده است. حمله ای که بیش از 100 تن کشته و زخمی در پی داشته و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. بر اساس گزارش ها 60 جریب زمین کشت کوکنار در ولایت کندهار از بین رفته است. اسدالله جمشید سخنگوی فرماندهی امنی کندهار در خبرنامه گفته است که در ولسوالی های میوند غورک و امانتپه این ولایت کوکنار از بین رفته است و در این رابطه 3 تن نیز بازداشت شده است. این در حالی است که حکومت امارت اسلامی هر نوع کشت مواد مخدر و خرید و فروش آن را در سراسر کشور منع کرده است. وزارت امور خارجه اعلام مصادره و ساخت شهرک های جدید در منطقه اغوار رود اردن فلسطین توسط اسرائیل را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. این در حالی است که امارت اسلامی افغانستان از بازرگانان بین المللی به خصوص کشورهای مسلمان و تاثیرگذار در منطقه توقع دارد تا مسئولیت های قانونی، انسانی و اخلاقی خیش را در راستای حمایت از مردم فلسطین ادا نموده و جلو گسترش ساخت و ساز شهرک های غیر قانونی در آنجا را بگیرند. دیدگاه امارت اسلامی در مورد ساخت شهرک ها در منطقه رود اردن. وزارت امور خارجه امارت اسلامی اعلام مصادره و ساخت شهرک های جدید در منطقه اغوار رود اردن فلسطین توسط اسرائیل را به شدیدترین الفاظ محکوم می نماید. د افغانستان اسلامی امارت د بهرنی چارو وزارت د صهیونیستي رژیم لخوا د اشغال سوي فلسطین په اغوار سیمه اردن سین کې د مصادره او نوې شارګوټ جوړولو اعلان په کلکو ټکو غندي. د صهیونیستي رژیم وروستیو اقداماتو نړیوالو قوانینو په تیره بیا نړیوال بشري قوانینو ته د دغه رژیم عدمي پابندي په ډاګه کوي او د دغه ډول یو اړخیزو اقداماتو دوام او د فلسطین د خلکو حقونو ته سترګې پټول به د سیمې د حالاتو د لا خرابېدا سبب شي. این در حال است که امارت اسلامی افغانستان از بازیگران بین المللی و خصوص کشورهای مسلمان و تاثیرگذار در منطقه توقع دارد تا مسئولیت های قانونی، انسانی و اخلاقی خیش را در راستای حمایت از مردم فلسطین ادا نموده جلو گسترش ساخت شهرک های غیرقانونی در آنجا را نیز بگیرند. رئیس سروی و دیزاین وزارت انرژی و آب امارت اسلامی افغانستان میگوید که پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل یکی از پروژه های بزرگ در کشور است و افزود که با امضا نمودن قرارداد خط کار این پروژه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد که با تکمیل شدن این پروژه مشکل نبود و کمبود آب آشامیدنی در حدود بیش از 2 میلیون نفر در افغانستان را حل خواهد کرد. سروی پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل. محمد عارف مومند، رئیس سروی و دیزاین وزارت انرژی آب و برق امارت اسلامی افغانستان میگوید که پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل یکی از پروژه های بزرگ در کشور است. وی افزوده که با امضا نمودن قرارداد خط کار این پروژه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. که با تکمیل شدن این پروژه مشکل نبود و کمبود آب آشامیدنی در حدود بیش از 2 میلیون نفوس ولایت کابل حل خواهد شد. در کابل پنجشیر پروژه یو غټ پروژه ده، تقریبا د همسایه هیوادونو په سطر یو پروژه ده. دغه پروژه چې سربند ده دغه بازارک نوړان ده تر تنګی تر خیل کابل پورې. محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر میگوید که با شروع پروژه انتقال آب دریای پنجشیر از هر لحاظ آماده است و از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهد کرد. چیزی که مربوط به ولایت پنجشیر میشه ان شاء الله ریاست حوزه دریایی ما و اداره یا رهبریت ولایت پنجشیر ان شاء الله 100% در هر عرصه ای که ضرورت باشه از امنیت گرفته و از دیگه هماهنگی و همکاری که مربوط به ما میشه ان شاء الله ما همه ما در خدمت شما است. این در حالی است که در سالهای پسین نگرانی ها ناشی از کمبود آب آشامیدنی صحی در پایتخت بالا گرفته و کارشناسان حوزه آب اساسی ترین راهکار آن را استفاده و وصل کردن آب از راه های بدیل میدانند. طبق گزارش ها امریکا در روزهای اخیر مجوز انتقال میلیاردها دلار بم و هواپیمای جنگنده به اسرائیل را صادر کرده است.
دادگاه جهانی به اسرائیل دستور داده است تا تمام اقدامهای لازم و مؤثر را برای اطمینان از تأمین مواد غذایی اولیه برای مردم فلسطین و توقف گسترش قحطی انجام دهد. وزارت امور خارجه روسیه به ارمنستان در مورد تعلیق روابط اتحادیه اروپا به قیمت صدمه زدن به روابط با روسیه هشدار داده است. و نیروهای هوایی ایتالیا گفته هواپیماهای ناشناس را بر فراز آبهای بین المللی در دریای بالتیک رهگیری کرده است. طبق گزارش ها آمریکا در روزهای اخیر مجوز انتقال میلیاردها دلار بم و هواپیمای جنگنده به اسرائیل را صادر کرده است. روزنامه واشنگتن پست ابتدا خبر صدور این مجوز را منتشر کرد و خبرگزاری رویترز در گزارش جداگانه‌ای به نقل از منابع خود این خبر را تایید کرده است. صدور این مجوز در حالی صورت گرفته که دولت آمریکا در هفته‌های اخیر به طور علنی نگرانی خود را در مورد حمله نظامی پیش‌بینی شده اسرائیل به رفح ابراز کرده بود. کاخ سفید اما از اظهار نظر درباره صدور مجوز برای انتقال این تسلیحات خودداری کرده است. منابع خبرگزاری رویترز با تایید گزارش واشنگتن پست گفتند بسته تسلیحاتی جدید آمریکا شامل بیش از 1800 بمب 900 کیلوگرمی مارک 84 و 500 بمب 220 کیلوگرمی مارک 82 است. دادگاه جهانی به اسرائیل دستور داده است تا تمامی اقدامهای لازم و مؤثر را برای اطمینان از تأمین مواد غذایی اولیه برای مردم فلسطین و توقف گسترش قحطی انجام دهد. بر بنیاد گزارش رویترز اما مقام های حماس گفتند که برای توقف بحران انسانی به آتش بس نیاز است. این در حالی است که در حمله های هوایی روز پیش ارتش اسرائیل بر دو خانه در شهر رفح تنها 11 تن از یک خانواده کشته شدند. وزارت امور خارجه روسیه به ارمنستان در مورد تعمیق روابط با اتحادیه اروپا به قیمت صدمه زدن به روابط با روسیه هشدار داده است. روابط ارمنستان و روسیه پس از جنگ قره‌باغ رو به سردی گذاشته و در مقابل دولت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا را گسترش داده است. روسیه از برقراری روابط نزدیک ارمنستان با فرانسه، مذاکرات با اتحادیه اروپا و ناتو برای همکاری‌های نزدیکتر و حضور ناظران اتحادیه اروپا در مرزهای ارمنستان ناراضی است. در مقابل اما دولت ارمنستانی اقداماتی برای فاصله گرفتن از روسیه پیش گرفته است که ناخرسندی روسیه را به دنبال داشته است. ارمنستان اخیراً از روسیه خواست مأموران مرزی خود را که در دهه 90 میلادی در فرودگاه بین المللی ایروان مستقر بوده اند را خارج کند. نیروی هوایی ایتالیا گفت هواپیماهای ناشناسی را بر فراز آبهای بین المللی در دریای بالتیک رهگیری کرده است. رویترز به نقل از دو مقام نظامی ایتالیا نوشت هواپیماها که با رادار رصد شده بودند روسی بودند و به پیام‌های رادیویی برای ارتباط پاسخ نمی‌دادند. نیروی هوایی ایتالیا در بیانیه نوشته که این رهگیری توسط جت‌های یوروفایتر این کشور مستقر در پایگاه مالبورگ در پولند به عنوان بخشی از مأموریت پلیس هوایی ناتو انجام شده است. در بیانیه آمده که پس از تمام شدن مأموریت جت‌های ایتالیایی به پولند بازگشتند. نیروهای هوایی ایتالیا جزئیات بیشتری درباره هواپیماهای رهگیری شدن نداده است. جیمی شریزیر رهبر گروه مسلح قدرتمندی در هایتی اعلام کرد که اگر به گروه‌های مسلح اجازه داده شود در مذاکرات تشکیل دولت جدید شرکت کنند آماده است سلاح خود را به زمین بگذارد. گروه باربیکیو که توسط جیمی شریزیر رهبری می شود کنترل بخش‌های از پایتخت هایتی را در دست دارد. گروه‌های مسلحی که بخش عمده‌ای از شهر پورتوپرنس پایتخت هایتی را در کنترل دارند تقریبا از دو هفته پیش مبارزه مسلحانه ای را برای سرنگون کردن کابینه نخست وزیر هایتی به راه انداخته اند. این رویداد هایتی را وارد درگیری خشونت آمیز کرده است که خطر قحطی و جنگ داخلی را در پی دارد. دور تازه خشونت ها در هایتی از 10 اوت 1402 آغاز شد، زمانی که نخست وزیر این کشور به کنیا رفت تا قراردادی را امضا کند که به نیروهای امنیتی و پلیس کنیا اجازه دهد در قالب یک مأموریت بین المللی برای مبارزه با گروه های تبهکار راهی هایتی شوند. پس از این رویداد نخست وزیر دیگر نتوانست به کشور خود برگردد و خشونت ها در این کشور افزایش یافت. جیمی شریزیه پیش بینی کرده خشونت هایی که در هفته های اخیر هایتی را فرا گرفته ممکن است در روزهای آینده تشدید شود. هایتی کشور فقیری در دریای کارائیب است که بیش از 11 میلیون نفر نفوذ دارد.
این کشور از 12 مارچ تا کنون نخست وزیری ندارد. در همین مدت گروه های مسلح از خلای قدرت استفاده کرده و کنترل خود را بر بخش های از این کشور گسترش داده اند. از توجه و همراهیتان سپاس. با اخبار این ساعت در ادامه با یک باشید. خدا نگهدار.